به نام خدای بزرگ و با عرض درود خدمت دوستای عزیز و استادان محترم، امیدوارم صحتمند و سر و حال و خوش باشید و از گزند روزگار در امان باشید. دوستای عزیز، امروز میپردازیم در یک از مباحث بسیار مهم و اساسی در مورد این که چیگونه آنلاین تدریس نماییم یا آموزش تدریس آنلاین از طریق کامپیوتر و یا از طریق موبایل، و امیدوارستم تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. دوستان عزیز، ابتدا کسایی که با ما آشنایی ندارن، میخواییم مختصرا خودم معرفی کنم که خودم استاد دانشگاه دولتی البیرونی هستم و مدت 7 سال از کنجا تدریس میکنم. لیسانس دانشگاه کابل را دارم، ماستری خود را از دانشگاه عثمانی هندوستان گرفتیم و فعلا سال دوم دکترای در دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران است و شمارای تماسیم در صورتی که کدام سوال و پیشنهاد و انتقاد سالم می داشته باشید، من و دو دیده می پذیرم و در خدمت شما هستم. دوستان، شماره واتساپ و تلگرام و چیزایم به شماره ایران است و شماره افغانستان فعلا فعال است. ایمیل آدرسم و همچنان چینل یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، تویتر، تلگرام، همه به نام نوید دانشیار است. میتونی شما سرچ کنی و چینل یوتیوب را سابسکرایب کنی و با فیسبوک و اینستاگرام با هم دوست باشی. دوستان، میپردازیم در موردی که چیگونه واقعا آنلاین تدریس کنیم. قسمی که شما میدانید، فعلا زمانی که مرض کرونا دنیا را واقعا گرفته و یک مشکل جدی محسوب میشه، یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی ای که چیگونه ما از راه دور تدریس خود را برای دانشجویان و محصلین ادامه بدیم، موضوع مورد بحث و ضرورت است. بنابراین تدریس به صورت آنلاین از دو طریق دوستا صورت میگیره. یکی از طریق اپلیکیشن های مخصوص یا برنامه های مخصوص که از طریق موبایل و یا کامپیوتر وصل میشه، استاد همراه با محصلین به صورت فیس تو فیس یا رو در رو صحبت میکنه و به حساب تدریس سلایت ها با هم دیگر شریک میشه و افراد هم دیگر را میبینه از طریق وبکم و صدای هم دیگر را میشنوه و تدریس به صورت خوب صورت میگیره. ولی یک مشکل داره دوستا. مشکلش این است که زمانی که اینترنت ما واقعا سرعت خوب اگر نداشته باشه، سکته ایجاد میکنه در جریان تدریس و سلایت ها درست معلوم نمیشه، صدا قطع وصل میشه، خلاصه بعض مشکلات را متقبل میشه. اگر اینترنت کاملا سرعت عالی داشته باشه، مشکل مثلا مشکلات دیگه وجود نباشه، مثلا وقت مشخص داشته باشه، برنامه ریزی دقیق، برق و اینترنت و همه سهولت ها باشه، پس این بهترین روش است. ولی در صورتی که این نباشه، ما میتونیم از روش دوم هم استفاده کنیم. روش دوم طور است که دوستا از قبل تدریس توسط استاد در کمپیوترش تدریس صورت میگیره و از طریق اسکرین ریکاردرهای مخصوص ای ثبت میشه که همی لازمه فعلا انجام میتونم. بعدن از طریق رسانه‌های اجتماعی یا ایمیل یا به حساب گوگل درایف و یا به می شکل از طریق تلگرام و رسانه‌های دیگر در دسترس دانشجویان قرار میگیره، مواد ویدیوها، سلایدها و مواد درسی به شکل PDF. ابتدا می پردازیم که کدام برنامه‌های عالی برای تدریس آنلاین در سطح دنیا وجود داره. دوستا، به صورت کل برنامه‌های زیاد وجود داره، ولی بهترین برنامه چند برنامه مختصر است که اپلیکیشن‌های خاص هست، میتونه در کمپیوتر شما اینستال شوه و همچنان میتونه در موبایل شما اینستال شوه. میتونی از طریق کمپیوتر شما تدریس کنی بر شاگردا و یا از طریق موبایل شما، هر جایی که شما به هر چیز دسترسی داری. زوم را میتونی از طریق اندروید و یا اپ استور در موبایلتان دانلود کنی و انستال کنی و همچنان میتونی در کمپیوتر از طریق سایت های مختلف در گوگل نشته کنی دانلود برنامه
تدریس آنلاین زوم میای اپلیکیشنش و او را در کامپیوتر هم میتونه انستال کنه. به این شکل ادوبی کنکت یکی از بهترین برنامه های تدریس اپلیکیشن تدریس آنلاین است که اکثر دانشگاه ها از این استفاده میکنن. فعلا هم ما از دانشگاه ایران به حساب که وقت تدریس صورت میگیره و صورت آنلاین شده، درس های دکترای ما فعلا به شکل آنلاین ایره میخوانیم. به خاطر مریضی کرونا فعلا موقتا به شکل آنلاین درس های ما صورت میگیره. و همچنان دوستا گوگل کلاس روم یکی از برنامه های بسیار زیبای است که از طرف گوگل ای پیشنهاد شده، میتونه شما درس هایتان را با شاگردا و پیش ببرید. و همچنان دوستا اسکایپ یکی از برنامه های بسیار خوبی که معمولا اکثران به این بلدیت دارن. دوستا میتونی که کانفرانس و یا جلسات برگزار کنی، با این میتونی که تدریس کنی. به خاطر که یک آپشن داره به نام اسکرین شیرینگ، میتونی مکمل کامپیوترتان اسکرینش با مخاطبینتان شریک بسازی و آنها از سلایت های شما، کتاب های شما، مواد آموزشی شما بهره مند شوه، یک دیگر را ببینید و درستان را به شکل آنلاین به شکل بسیار عالیش پیش ببرید. و برنامه زوم دوستا تا 100 نفر میتونه دانشجو یا شاگرد عضو شوه و به می شکل اداب کنکت هم به می تعداد کم و بیش و برنامه های دیگه هم مفید است. ولی قسمی که شما دوستا میدانید در افغانستان بعض مشکلات وجود دارن، مشکلی که دقیقا در ساعت و در دقیقه ممکن محصلین آنلاین نباشن، ممکن ای که برق نباشن، ممکن ای که انترنت آنتن دقیق و قوی و سرعت بالا نداشته باشه و یا قطع وصل شود در جریان تدریس، صدا و یا مثلا خود تصویر و یا سلایت و او لحاظ بعض مشکلات این سیستم داره. اما ما امیدواریم به مرور زمانی جور میشه. بنابراین روش دومی که ما شما یادآور شده ایم که چیگونه میتونید برنامه ها را استادا در منزل خود در بسا هر جایی که راحت هستن از قبل تدریس کنه، به این شکل که فعلا ما این سلایت بر شما ویدیو را جور کردیم و بعد از او بر محصلین در دسترسشان قرار بده. بنابراین بهترین برنامه هایی که برای ضبط تدریس به شکل سکرین ریکاردر در کامپیوترها و موبایل استفاده میشه قرار زیل. یکی از بهترین برنامه هایی که دوستا استفاده میشه جیلی سافت سکرین ریکاردر پرو است. ما دوستا تقریبا یک روز مکمل از صبح تا شام ششتم و برنامه های مختلف سکرین ریکاردرها را آزمایش کردم که کدام برنامه واقعا بهترین و آسانترین و بساب مفیدترین است و بیش از ده ها برنامه را من چک کردم، انستال کردم، ریکارد کردم، ده ها ویدیو را به فرمت های مختلف تا بالاخره دیدم که بهترین های شمی چند دانه ای را که مش به شما معرفی میکنم است. جیلی سافت اسکرین یک خوبیش از دوستا که به فرمت کوچک برای شما اسکرین ها را ریکارد میکنم. این لحظه من که ریکارد دارم از توسط زمین سافتویر درس ما ریکارد دارم و ای که همچنان بسیار سبک و کم حجم است، 53 MB وزنش است و آخرین ورژن از تکنولوژی سکرین ریکاردر در استفاده شده و همچنان خودش کانورتر داره. دوستا وقت شما با فرمت خوب وقت ریکارد میکنی ویدیویتان از طریق کامپیوتر، بعدا میتونی او را به فرمت کوچک کانورت کنی و در حساب از طریق واتساپ، از طریق مسنجر، از طریق تلگرام و از طریق ایمیل تا به دسترس شاگردان قرار بدی. دیگه برنامه کمتیشیا استیدیو یکی از بهترین اپلیکیشن ها و برنامه های است که از طریق کامپیوتر ما میتونیم خود اسکرین خود را ریکارد کنیم و درس خود را، سلایت های خود را، پاورپوینت خود را، کتاب خود را و صدای خود را، حتی وبکم و حساب تصویر ما را ببینه و محصلین درس یاد بگیره. ولی مشکل زیگی است که دوستا یکم حجمش بیشتر است، کامپیوترهایی که ورژنش بالا نیست به مشکل مواجه میشه و هنگ میکنه. دومش دوستا گیم بار یا اکس بار است که شارکتش در ویندوز به نام ویندوز 10 به نام ویندوز پلاس جی است. یعنی شما علامه ویندوز 4 مربک است، او را هم را با جی که کلک کنید باز میشه و در همه ویندوز های 10 قبل انستال استی. خیلی برنامه خوبی است ولی مشکلی برنامه ای از دوستا که
با بسیار کیفیت بالا ویدیو را ثبت میکنه و حجم بسیار زیاد میشه. مثلا شما اگر 20 دقیقه یک چیز تدریس کنید تقریبا 1 جی بی میشه و 1 جی بی را به شاگردا روان کردن خیلی حجم زیاد میخواد، اینترنت زیاد و مشکل ایجاد میشه. یک مشکلش، دو مشکلش این است دوستا که یک اپلیکیشن مخصوص را ای ریکارد میکنه. یعنی شما تنها میتونی پاورپوینت ریکارد کنی، اگر بری پاورپوینت خاموش کنی و در اسکرین خود کامپیوتر دسکتاپش بری یا بری یک اپلیکیشن دیگر را باز کنی، اتومات خاموش میشه و مقر تنها سیو میکنه. یعنی چندین اپلیکیشن همزمان در اسکرین کامپیوتر گیم بار ثبت کرده نمیتونه. ولی در موقع ضرورت اگر دیگه برنامه رو نداشته باشی میتونی از ایام استفاده کنی. دیگه برنامه چهارم دوستا اسکرین ریکاردر پرو است، یکی از بهترین برنامه هایی که فعلا همه ای را در کمپیوتر انستال دارم و برنامه خیلی خوبی است. و ودمور اسکرین ریکاردر هم یک برنامه خوب است. خوبیشی است که دوستا حجمش بسیار کم است، کمترین حجم در بین اسکرین ریکاردر هایی داره، یعنی 21 MB است. در کمپیوترهای بسیار برجند پایین هم این کار میتونه و میتونیم برنامه ها را از تاریخ پر کنیم و دسترس مثلان قرار بدیم. و اکتیف پرزنتر هم یکی از برنامه های خوبی است که میتونیم اسکرین های خود یعنی تدریس را ثبت کنیم و در دسترس مثلین قرار بدیم. و دیگهش برنامه اکس ریکاردر است. بعض از استادا مثلا میگن که ما مشکل داریم، مثلا برق نداریم یا مثلا لپتاپ ورژن بالا خوب نداریم، ولی گوشی یا موبایل همه در دسترسشان دارن، بخصوص اپلیکیشن های خود موبایل های هوشمند. و اون لحاظ یکی از بهترین برنامه های اسکرین ریکاردر موبایل شما اکس ریکاردر است. در پلی استور برید دوستا، نوشته کنید اکس ریکاردر، اپلیکیشنش میآید، حجمش هم کم است، انستال میکنی و بعد از اون تمام سلایت های تانم، البته مواد درسی تانم در موبایل تان میپرتی و از اون طریق دیره وقت سرش کلک میکنی اسکرین موبایل تان ریکارد میکنه و به مو شکل هر جایی که باشی خیلی ساده از طریق موبایل میتانی سلایت تان بعدن باز کنی و تدریس تان انجام بده و بعد از اونمو ویدوی تان را به دسترس محصلین قرار بده. کسایی که کمپیوتر نداره و میتونه به شکل ساده استفاده کنه از طریق اکس ریکاردر، از طریق موبایل هم میتونه دوستا تدریس برای محصلین به صورت آنلاین انجام بده. خب از کدام سایت ها میتونیم این برنامه ها را که یادآور شدم ما دانلود کنیم؟ آسان ترین سایتش دوستا همی است که www.downloadsoftware.ir، یک سافتویر ایرانی است که به سایت ایرانی است که در اینجا تمام ای اپلیکیشن ها را ما دانلود میتونیم و خوبیشی است که کرکش هم در اوجه داره و نیاز نیست که ما 30-40-50 دلار ما بخریم و اول لحاظ کرکش هم استفاده میکنیم و تا زمانی که خوبتر از این استفاده کنیم. باید از طریق گوگل اگه سایت بالا فراموش دار میشه خیلی ساده نشته کنید دانلود برنامه اسکرین ریکاردر فور دسکتاپ یا فور موبایل، مستقیم امو میایه و موضوعات میتونه به شکل بسیار خوب ریکارد کنید. و فراموش نکنید دوستا که زمانی که کرک زیر شما انجام میتی بخصوص امی بالا که گفتیم جیلی سافت اسکرین ریکاردره، متوجه باشه اینترنت تان آف باشه و ابتدا قبل از اینکه برنامه را باز کنی شما کرکش سریال نمبرش را راجستر کنی که سکسفولی راجستر شوه، بعد از او استفاده کنی. در صورتی که اگر یک بار اینترنت تان آن باشه مستقیم در سایت میره و گیر میایه که ای به شکل قانونی نیست، باید تو وقت $40 بخری و یا از او استفاده کرده نمیتونی تا زمان کمپیوتر تانه ویندوز شه پس دوباره انستال نکنی. دیگه به شکل خیلی ساده است ولی میتونی این نکات در نظر بگیرید. خب دوستان چند نکته بسیار مهم است که در این موضوعات باید شما در نظر بگیرید در تدریس آنلاین. اولی که زمانی که شما در پاورپوینت سلایت های خود را آماده میکنید کوشش کنید اندازه فونت تان را بزرگتر، یعنی حداقل 40 باید باشه به شکل فعلا، چرا که دوستان ما میخواهیم کیفیت ویدیو را به لو یا پایین بگیریم و اون لحاظ نیاز است که پاورپوینت ما بالا باشه و به خاطر گفتیم کیفیت پایین باشه ویدیو را ساختنش که آسان بر مسئولین روان شه. مسئولین هم میفهمن که اکثرا فقیر هستن و اینترنت زیاد ندارن که با حساب
دانلود کنن یک جیبی یک ساعت درس مثلا یک جیبی شوه فرض کنید یک ما چند درس میشه هر مضمون چند درس میشه بنابراین هر چه حجم کم باشه خوبتر است و خوبیش در این است که ما فونت های ما را کلان کلان نوشته کنیم و ما با محصلین و با دوستایم همکارایم استادا شوخی میکنیم که هیچ وقت سر پاورپوینت سختی نکنید دوستا پیسیتون دی نمیر ولی بزرگتر نوشته کنید تا خودتون ده جنجال نشی و محصلین هم حتی بعض استادا رو دیدیم پاورپوینت وقت درس میتن میبینیم کوچک کوچک نوشته کرده فونت 15 و 12 گرفته مثل که در ورد ما میگیریم در حالی که نیاز نیست دوستا پاورپوینت اصلا پرزنتیشن به خاطر زمین که از دور از 5-10 متر فاصله دور مثل ببینه او را از طریق LCD وقت پرزنت میشه بنابراین هرچه فونت بزرگتر باشه مشکل ایجاد نمیشه برعکس سهولت ایجاد میشه دیگه ای که کلمات کلیدی را بولد بسازه و یا رنگ های جذاب را برای نمایش را استفاده کنیم مثلا شماره اول ما اندازه فونت را به رنگ آبی گرفتیم مستقیم مثل متوجه میشه که این نکته مهم است یا وقت بولد میکنی نکات را خوبتر توجه محصل و یا مخاطب دهی جذب میشه. دیگه ای که یکی از برنامه های بسیار مفید و مؤثر در موبایل و کامپیوتر گوگل درایف است دوستان. شما میتونید که مثلا من یک استاد هستم نمیتونم که به 40 نفر که در یک سنف هست یک مضمون درس میدید به هر 40 نفر هر بار فهم بگویه اینی درس روان کنم و به او سند بگویم. فرض که یک فایل ما مثلا 200 MB حداقل بگویم می باشه. وقت به هر نفر روان کنم خوی تقریبا 10 GB میشه و 40 نفر روان کنم. به اون لحاظ یکی از بهترین راه هایی که در بهترین دانشگاه های دنیا در بهترین کمپانی ها استفاده میکنه از او گوگل درایف، دراپ باکس و کلاود و غیره برنامه هایی هسته که دوستات از این طریق ما میتونیم ای را به نام حساب هارد دیسک آنلاین میگن گوگل درایف یعنی هارد دیسک آنلاین گفته میشه به خاطر چی؟ که شما یک جیمیل جور میکنید و بعد از او در این لاگل میشه در تمام اندروید موبایل های هوشمند سامسونگ و اندروید ها این انستال است به نام درایف است شما در اوجه برین از قبل انستال میباشم او کلک کنی ایمیل آدرستان که جیمیل باشه و فرق نمی کنه هر ایمیل دیگه باشه نشته می کنی بعد از او لاغن می شی. بعد از او دوستا اگه جیمیل باشه 15 جیبی بر شما حافظه رایگان آنلاین می ده. مثلا اکثر استادا گله دارن بعض اوقات من می بینم ولی می گو تباه شدم استاد می گو چرا؟ می گو بخاطر تمام مواد در سیم که در کامپیوتر بود فرمت شد مکمل از من یا در فلش بود یا در هارد دیسک بود یا می کامپیوتر ما والا دو زد کل چیز از بین رفت کتابایم بود مقالایم بود چپترایم بود سوالایم بود همه چیزا بود و از اون لحاظ یکی از بهترین برنامه‌های کاسان خوب هی همیشه در دسترس تان است نه دوز میبرش نه وایروس میزنش نه گم میشه و در همه جای باشی شما در دسترس تان است یعنی مثلا شما اولین کاری که میکنید دوستایی است که ایمیل جیمیل جور کنید بعد از در گوگل درایف بری این گوگل درایف در کامپیوتر هم انستال میشه دوستو و هر چیزی که وقتی تغییر میتی مستقیم سیگنوسس یا به حساب اپدیت میشه در موبایل در کامپیوتر و آنلاین در کلاود و اون لحاظ شما سوالای امتحان تانه شما میتونید چپترای تانه شما میتونید ویدیوهای که آموزشیال درس میده شما میتونید خلاصه سی وی تانه، عکس تانه، اسنادهای مهم تانه، تحصیلی تانه همه را در گوگل درایف اپلود کنه ابتدا بعد از اون البته یوزر پسورد داره دیگه هر کی در دسترس شده مثل ایمیل، مثل فیسبوک، مثل برنامه‌های دیگه اصلا هیچ کسی نمیتونه در دسترسی قرار بگیره و بعد از اون وقتی که در این همه چیز سیف کردیم مثلا در یک ولایت دیگه یک جای میری یا یک جای اساسا موبایل و کامپیوتر پیشتان نیست دفعتن سی وی تان کار میشه دفعتن یک اسناد تان کار میشه بنابراین امول لحظه در سایتش میری از اوجه آنلاین داری و ای را پس اپلود میکنی و بالاخره دانلود میکنی و از او استفاده میکنی و همچنان دوستا ویدوهای تدریس شده تان را میتونی در ایجا سیف کنی ابتدا و هر محصل که درخواست میکنه که استاد اینی درس تان اینی صنف محصلش هستم لطفا به ما بفرستین فقط لینکشه برش روان میکنی و مستقیم اونمون از او دانلود میکنه نیاز نیست که شما هر باری را اپلود کنی و او نفر مقابل دانلود کنه یا به هر نفر سند کنی فقط امو لینک زیره
شما برشوان میکنین و هر کی در هر سر دنیا که باشه آنلاین در دسترسش قرار میگیره. بنابراین برنامه های فایل های ثبت شده تدریستانه در گوگل درایف شما در موبایل هم میشه، در کمپیوتر هم اپلود میکنین. بعد از او ایره لینکش برای هر مسئله یا برنامه های مسئلین شریک میسازی، بالاخره مسئلین میتونه استفاده کن. چیز دیگه ای که مهم از دوستا، زمان که شما میخوای فایل تان ثبت کنی همیشه کوشش کنی کیفیت پایین ثبت کنی. به چی دلیل؟ به خاطر که گفتیم از طریق رسانه های اجتماعی شما بتانی به دسترس مسئلین ایره قرار بده، از طریق واتساپ، تلگرام، فیسبوک، یوتیوب، ایمیل و یا مسنجر خود فیسبوک و غیره، اون چیزی که شوه خلاصه وسیلش. و اون لحاظ اندازه ویدیو باید حجمش کم باشه. اگر شما های بگیری ممکن یک ساعت درس شما 4 جی بی شود. 4 جی بی هم به شما مشکل اینترنت تان دابلود کردن روان کردن میخوره و هم برای محصل بیچاره. و اون لحاظ حداقل یعنی دمی برنامه که ما گفتیم شما لاوست سایز را انتخاب کنی و در او بخش این طریق شو بگم برتان جلی سافت سکرین ریکاردر پرو میری، در ستنگ میری، در ویدو میری، بعد از او در فارمت میری، MP4 را میشه انتخاب کنی. دوستا ویدو ها فارمت های مختلف داره، بهترین فارمتش MP4 است. MP4 خوبیشی است که در هر جای استفاده هم در موبایل پلی میشه، در کمپیوتر پلی میشه، در یوتیوب اپلود میشه، در فیسبوک اپلود میشه، در تلگرام روان میشه، در برنامه های مختلف. کوالیتیش لاوست بگیری دوستا. و جز این که برنامه هایی که میخوای به خود بسازی در هارد دیسک ثبت کنی، اول دلتون های گرفته، میدیم گرفته و یا لو گرفته. ولی این برنامه هایی که آنلاین میخوای بفرستی همیشه لاوست بگیری. مثلا اینجا مکس شو برتون گرفتیم، میری در بخش ستنگ جلی سکرین ریکاردر پرو، بعد از او در ویدیو میری، بعد از او در فارمتش MP4 H264 MP4 هم دو نوست اولش انتخاب میکنی، بعد از کوالیتیش لوست میگیری. لوست هم دوستا در این بیپرسیکم تا ما تا بالاتر است. زمانی که بر ما از ایران دکترا رو تدریس میکنه ما ایره 1 MB/min میگیرم و یا 3 MB/min میگیرم. 1 MB/min به این معنی که 1 دقیقه وقت ریکارد میشه 1 MB سایز شوه. ایجال 10 MB/min به این معنی که 1 دقیقه وقت ریکارد ویدیوی تو میشه دسکرین ریکاردر 10 MB شوه. یعنی اگر 10 دقیقه میشه 100 MB شوه. اگر مثلا به این شکل بیشتر شده میره. با اون لحاظ پس حجم زیره هر چقدر کمتر، گرچه کیفیت پایین میایه، ولی شما به خاطر ناگزیر هستی که آنلاین استفاده میکنی ایر انتخاب کن. دیگر ریزولوشن شد دوستا اوریجینال سایز 50% بگیری، به خاطر نیاز نیست بس اسکرین ابتدا که کلیک میکنی باز شو، باز دبل کلیک در سر ویدیو کنی مکمل اسکرین باز میشه. بنابراین این مناسب است و FPS شه 30 بگیری و این محل است که ویدیوش شما وقت دانلود میشه ببخش ریکارد میشه در کجا باید باز ثبت شود در ویدیوهای خود مای داکومنت میشه. دیگه ای که دوستا در صورت که بعض از ها میگن ما والا با مثلا تکنولوژی یا با کمپیوتر و با انگلیسی و با چیزا و قبلدیت نداریم چیکار کنیم، پس به اون خاطر دوستا بهترین داشتی است که خود برنامه پاورپوینت ویدیوی آموزشی که یک بار بخوانی. ما شما استاد هستیم دوستا، من میگم ویژگی یک استاد بهترین استاد قرن 21 بر علاوه ای که در رشته خود تخصص عالی داشته باشه، ماستری و دکترا داشته باشه و ای که رتبه عالی داشته باشه، باید انگلیسی و کامپیوتر را یعنی تکنولوژی را در کل کاملا بلدیت داشته باشه. بدون زو یک استاد موفق نمیتونه شده. به اون لحاظ باز برنامه پاورپوینت دوستا یک برنامه خود آموز تقریبا است، از مایکروسافت یا خود آفیس است. اما مثلا ورد یک کم مشکل ممکن باشه، اکسل و اکسس خیلی مشکل است، اما خود پاورپوینت ما خودم شخصا خود آموز یاد گرفتیم، گرچه بعدا باز ما درسای دی آی تی اکسل را در دانشگاه کاردان خیلی عملی با استادای پاکستانی خواندیم، یک سال مکمل دی آی تی را دیپلوم اینفورمیشن تکنولوژی.
خیلی برنامه ها رو یاد گرفتیم، ولی در کل خود پاورپوینت قبل از اینکه جا برم من به شکل خودآموز یاد گرفتم. مثلا من مثالش هم میتونم براتون موبایل را هیچ کدام ما شما ابتدا یاد نداشتیم وقت تک برامد، اما با مرور زمان وقتی که نوشته به حساب دست زدیم و کار کردیم و به این شکل یاد گرفتیم. بنابراین از طریق کار کردن با پاورپوینت سر خودت به خود یاد میگیریم، و یا به حساب ویدیوهای خاص را میتونید در یوتیوب دوستا یاد بگیری و آموزش ببینید. دیگه دوستا استفاده از برنامه MS OneNote یکی از بهترین برنامه ها برای تدریس آنلاین و یا حضوری است که میتونید شما از این هم استفاده کنید. البته در برنامه ها و ویدیوهای دیگه آیا آموزشی دوستا که من در یوتیوب آپلود میکنم در دست شما قرار خواهیم داشت. خود برنامه OneNote را مکمل آموزش براتون در دسترستون قرار میتم، برنامه زوم را که گفتم، ادوبی کانکت را و برنامه های دیگه آنلاین را که چگونه واقعا یاد بگیریم را در دسترس شما انشاءالله قرار خواهیم داد. ولی ابتدا یک معرفی که حساب به صورت کلی بود من به خدمت شما ارائه کردم. و دیگه ای که دوستای عزیز لطفا مثبت نگر باشید. شاید در ابتدای تدریس آنلاین بخصوص استادای محترم را که میگم همیشه میگن نمیشم، کار نداره، مردم فقیر است، مردم مشکل داره، کو اینترنت، کو برق، کو فلانی، در حالی که دوستا همه دنیا بعض مشکلات کم و بیش خود را داره در ابتدا بخصوص یک کار را شروع کنی، اما با مرور زمان واقعا میتونیم ما این مشکل را حل کنیم و به بهترین وجه روش تدریس را پیش بریم. و مشکل کرونا دوستا فعلا معلوم نیست که یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال دیگه دوام میکنه. نمیتونیم که ما همیشه به این شکل ادامه بدیم، یعنی آینده معارف و تحصیلات عالی برباد خواهد رفت. بنابراین از همه سهولت ها استفاده کنیم، از همکاری همه دیگر، هر کی یک تکنیک و روش را یاد داره خواهش میکنم از شان که در گروه های کستیم استادا به دسترس هم دیگر قرار بدن تا همه ما از یک دیگر یاد بگیریم، یک کلمه را تا واقعا یاد بگیریم. و دوستایی که میگن محصلین اینترنت نداره و این رقم چرا میگه کاملا صد نمیکنه. درست دوستا که مشکلات فقر، بیکاری و وجود داره در افغانستان، اما باور کنید اکثر محصلین ما شما میبینیم در فیسبوک 24 ساعت هستن. از اون لحاظ نمیشه بگویم در درس با اینترنت نیست و در فیسبوک و در یوتیوب و در چیزهای برنامه های دیگه هست. بنابراین وقتی که ما اگه انگیزه و تعهد داشته باشیم میتونم محصلین هم آماده شوه، ولی درست این سمستر به یک حالت پیش خاطره، ولی در سمستر بعدی آماده میشه. اما اگر برعکس منفی فکر کنیم، هیچ آماده نشیم و کرونا ادامه بیافته و یعنی به این رقم منتظر باشیم، خیلی ما نقص خواهیم کرد. بنابراین لطفا دوستا مثبت نگر شوی باشیم و با توکل به خداوند و همکاری یک دیگر میتونیم به این مشکل به حساب راه حل پیدا کنیم. و پیام آخر دوستایی که بخصوص کسایی که با تکنولوژی آشنایی کامل ندارن، هیچ وقت پریشان نباشه دوست. دنیا کاملا تغییر کرده، نحو آموزش تغییر کرده، فعلا همه چیز در دسترس ما و شما قرار داره. هر اون چیزی را که اگر یاد نداشته باشه شما میتونید در یک ساعت یاد بگیرید. بنابراین میتونی هر مهارتی که شما یاد داشته باشی از طریق گوگل، از طریق یوتیوب، از طریق ده ها برنامه های دیگه که وجود داره مهارت مورد نیاز خود را کسب نموده و در رشته خود بهترین باشید. بنابراین در یوتیوب مثلا نوشته کنی، اگر شما میخواید نوشته کنی آموزش آنلاین، نوشته کنی آموزش از طریق ثبت اسکرین ریکارده، آموزش پاورپوینت، بساب آموزش ورد، امی رقم هر مشکلی که داری یا بسای رشته‌های تخصصی شما، ده ها موضوعات میاد برتون. به می شکل شما میتونی از طریق بساب گوگل هر مقاله، کتاب، هر اون چیزی بخوای بدز بیاری. به اون لحاظ به تشویش نباشید دوستا، شما میتونی خود را کامل بسازی، ولی کافی است که بگویی میشه با توکل به خداوند و با انگیزه قوی و همکاری هم دیگر ما میتونیم از این مشکل برایم و بالاخره کرونا رو شکست بدیم و همچنان درس‌های خود را به شکل آنلاین و به شکل حضوری در آینده ادامه بدیم. و دوستا
در قرن 21 ممکن که درس ها آنلاین بعض دانشگاه شروع شود. بنابراین شما همین فرصت است که وقت شداره در زمان قرنطین که آنلاین به شکل درست شاد بگیری و بعدا در دانشگاه تدریس کنی، حتی در کنفرانس های بین المللی شما در دانشگاه های کشورهای مختلف در آینده اشتراک کنی، مقالات تان ارائه کنی و خیلی عالی میتانی ایره ارائه کنی. دوستان عزیز، تشکر از این که تا آخر ویدیو با ما بودید، جان سپاس. در صورتی که اگر مورد قبول و پسند شما قرار گرفته باشد، لطفاً چینل ما رو به نام نوید دانشیار از سابسکرایب کنید و ویدیو را لایک کنید و دوستانتان با دوستانتان شریک بسازید تا بتانیم همه ما مشکلات را حل کنیم و به صورت آنلاین تدریس خود را ادامه بدیم. تشکر از شما. وقت خوش. خدا نگهدار.